ارتنگیز خیرلی بولسن صبح ها زندگی برنامه سند دومگه خوش کلیب آهنگ بسیار زیبا و قشنگ با آز ولی حجازی تقدیم همه شما عزیزان شد خدا کنه که از دیدن و تماشای آهنگ لذت برده باشین و لحظات صبحتان رنگین و زیباتر شده باشن در این لحظات برنامه هم مهمان خیلی عزیز و گرامیه با ما هستن کسی که مدت 36 سال میشه در کشور فرانسه زندگی کردن و مصروف کار تجارت هستن و در کنار از اینکه مصروف کار تجارت بودن سهولت های زیاد را هم به خاطر افغان های ما ایجاد کردن و همیشه به خاطر حل مشکلات افغانای مهاجر ما در فرانسه اینا تلاش کردن و کارهای خاص را انجام دادن در این لحظات می که صحبت های بیشتر از خودشان داشته باشیم جناب محترم منان اچکزای تجارت پیش با ما هستند بسیار خوش آمد این صحبت هم زنده باشین تشکر از میمانیتون سلام با ما بینندگان بسیار تشکر سلامت باشین خیلی خوش آمده بعد از مدت بسیار زیاد که تقریبا 36 سال, سال میشه شما دور از وطن بودین دور از افغانستان بودین که مطمئن است واقعا خیلی برادم سخت میباشه و وقت کادم پس از مدت بسیار زیاد دوباره به زادگاه اصلی خود برمیگرده واقعا که حس بسیار خوب برادم پیدا میشه چی باز شد که قدر دیر مدت بعد شما به افغانستان برگشتید؟ افغانستان یک کشور است که فکر میکنم که آب و آواش زندگیش کلی چیزش در خون ما وجود داره. با وصف از ای که د کشور فرانسه های بسیار زیاد است برایم ام اما میخواستم چون اولادهایم بزرگ شده بودن و به سر و سمر رسیدن خواستم که بیایم افغانستان ببینم که چی کده میتونم چی دستاورده که از 36 و سال که در زندگی کردیم در فرانسه چی میتونم برای ملت خود برای مردم خود خدمت کده و ببینم که مردم ضرورت داره ملت ضرورت داره به من یعنی ما برای ملت و مردم خود بسیار ضرورت دارم اما نفهم که ملت بعد. بر ما ضرورت داره یا نه واقعا وقتی آه. که شما خالصانه آه. کار میکنین به مردمتان طبعا مردم هم شما دوست آه. میداشته باشن و در قلب هایشان بیشتر جا میگیرین آه. 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 وقتی که بعد از 36 سال شما به افغانستان برگشتین افغانستان چی چگونه دیدین چقدر تغییرات آمده و چقدر احساس تغییر کردین در افغانستان وقتی که ساختمان ها را دیدین بعض پیشرفت های را تماشا کردین افغانستان که من دیده بودم افغانستان چی نیست تفاوت‌ها بخی چ گفته نمیتونم چقدر تفاوت کرده افغانستان اما افغانستان ها نشناختم روز اول که آمدم وقتی که بیروبار موتر و خاک باد و دود و نزدیک بود که پس طرف فرانسه برم اما نه افغانستان جذبم کرد افغانستان با وصف همه چیز امروز تقریبا بعد از 15 یا 16 روزه که در کابل هستم خدا هیچ احساس گی نمیکنم هیچ احساس فقط خدا پس در ملت خود در مردم خود پس پیدا کردم بسیار خوب یک تعداد از هموطنای ما که مهاجر میشن یا حتی به خاطر سیاحت گاه اوقات میرن چند ماه به کشورهای خارجی اروپایی باز دوباره به با افغانستان که برمیگردن میگن دل ما بسیار تنگ شده بود پشت افغانستان پشت می خاک بادی ها پشت می گاه بین از را که تماشا میکنن در بعض از قسمت ها میگن دل ما خیلی تنگ شده بود شما چقدر در این مدت پشت افغانستان دخ شده بودیم بسیار زیاد به خاطر که افغانستان هیچ وقت فراموش نکرده بودیم دائم امروز از با... چون تکنولوژی مدرن پیش رفته از نظر تلویزیون و از نظر میدیا و ترگ گپا همیشه با افغانستان است همیشه مردم خود می بینیم اه... یعنی احساس بیگانگی اه... کمتر استک، به خاطر از اینکه با ملت هم همیشه هستیم در اونجا بسیار خوب بسیار خوب در مورد وضعیت مهاجرین افغان که در کشور فرانسه هستن چون شما خودتان هم تجارت پیشه هستین طبعا همراه افغانای ما بیشتر در ارتباط هستین میشه بر ما بگوین که در گذشته وضعیت مهاجرین افغان ما چگونه بوده و فعلا چطور است در وقتی که من مهاجر شدم در کشور فرانسه در وقت مهاجرین افغان بسیار معتبر بودند وقت جنگ بود و بین افغانا و روسا در اون وقت بسیار عزت و حرمت داشتند در دا دا کشورهای اروپایی اما امروز مردم ما که در اونجا میان جوانای ما که در فرانسه میان زندگی بسیار سخت و دشوار دارن بسیار زندگی مشکل دارن ما فکر میکنم با وصف اما افغانستان بعضی وقت زندگیش بهتر است ما وقتی که کتی افغانایی که مهاجر شدن گپ میزنم فکر میکنم که یکی از این موضوعاتی که واره میاره در اونجا قاچاق براستن چرا بازیشان میتک که در زندگی تلویس در اروپا و کلش بیچارا پیسای خدا مصرف میکنن جنجالای بسیار شدید میبینن تا آمدن در اونجا اما اونجا زندگیشان زندگی بسیار خراب است یعنی حتید. لسان نامه اکثریتش و زبان نفهمیدن در فرانسه و خصوصا یک زبان بسیار مشکل است زبان فرانسوی با. یعنی با مشکلات بسیار دوچار هستند خصوصا قبولی بسیار مشکل است در فرانسه امروز از هزار یا دو هزار افغان اگر یک یا دو نفرش بحیث رفیجی قبول شوند واقعا بسیار سخت است و گفتم میشه که مردم فرانسا نسبتا از لحاظ زبانشان یک کمک متاسب و تلاش میکنم که همیشه مردم مهاجر هم اگر به کشورشان میاید به زبان فرانسوی صحبت بکنند از نظر کلتوری و از نظر زبانی مردم فرانسه خوش دارن که کلتور و در ز... تاریخ هم ثابت که فرانسه هر جایی که رفته در کشورهای دیگه که استعمار کرده و مستعمریشان همش فرانسه ویلسان شده و لسان و کلتور خود خواستن در دیگه جای در دیگه جان چیز کنن پخش کنن از می خاطر است که در اونجا زندگی کردن امروز از نظر آها. لسان مشکل یکی یکی که فرانسه خودش ده میلیون بیکار داره امروز دقیقاً یعنی چیز بیکاری ده ده میلیون رسیده ده خود فرانسه بله زای صاحب در مورد خودتان بر ما بگوین که شما در کنار از اینکه مصروف تجارت هستین در کشور فرانسه کدام کارها را به خاطر افغانای ما انجام دادین در در دا اونجا با یک قسمت کمک که میکنم بر مؤسسات خیری است که میتونه بر ریفیجیا و یا بر کسایی که اونجا هستن سولت خلق کنه دیگه با بعض موارد ترجمانی کارایشان وقتی که ضرورت باشه برشان افغانایی که میشناسیم روان میکنیم که بر از ترجمه کنه بر کارایشان و خلق کنه با, با غیر از او سه چار پنج افغان دیگه که بر خودم در کمپینی سیکیوریتی گارد میگن در کار میکنن و بعض فامیلا را که ضرورت داشته باشن برشان کمک میکنن بسیارالي. مقصد از می به اسلام بستگی امرای مردم خود چیز نیست بسیار واقعا افتخار ما و ما افتخار میکنیم به وجود همچ چون شما افغانای ما که همیشه فکرشان و حواسشان به طرف خدمت کردن به مردم و همچنان کمک کردن به افغانایی است که اونا شاید به کمک بیشتر ضرورت داشته باشند که یک افغان یک هم زبان و یک هموطنشان دستشان را بگیره و مشکلاتشان حداقل کمتر شود در مورد شیرین ترین خاطره تان از دوران مهاجرت و همچنان تلخترین خاطره تان از دوران مهاجرت می شود شیرین تریش شیرین ترین خاطره <applause> که دارم تولد دختر کلادم است که که <applause> برای اولین بار پدر شدم یکی <applause> از خاطرات شیرین در فرانسه تولد <applause> اولاد اول است چند سال پیش دقیقا 26 سال پیش دختر خو خو چند سال داشته اینم وقت در وقت بیست... 29 سال داشت بسیار خوب تشکر پس بس خاطره بسیار شیرین بوده که اولین بار شما پدر شدین و حس پدر بودن را تجربه کردین دیگه خاطره خاطره تلخ فکر میکنم که از فرانسه ندارم نید ام. که در خاطره باشه که برم جگر خونی و خاطر تل فکر نمیکنم پیدا کرده آها، که که همیشه همتو خوش و خوشبخت باشید و هیچ خاطره تلخ در زندگی شما تجربه نکنید و بازای خانواده در مورد خانواده تا میشه بر ما بگوین که چند نفر هستین و چند فرزند دارین ما خانم دو دو, دو, دو دختر دارم با سن 26 و 26. بسیار خب من تجارت پیش هستم یا نه دختر آ... کلان فاکولتی و قوقت یکی از فاکولتی مشهور فرانسه که به نام اساس یاد میشه از اونجا خارج شدن و یک سالم در فاکولتی تجارت خواندن یک سال و دختر دوم در قسمت کمپانی دوری یا چی به اصطلاح اه... کارپ برد کمپنی سال سال آخرش است خیلی عالی انشالله که درس های اونا هم تمام شود گاه اوقات هم باز برتان میگه که پدر ما را یک بار به افغانستان ببرین ما میخیم افغانستان ببینین یا کدام علاقه نشد بسیار زیاد آرزو دارن که افغانستان رو ببینن یکی از یکی از خوشی نیست که دو کلتور دارن کلتور آه. افغانی و کلتور فارسی. و, کلتور و ای بر از وای افتخار است بخاطر خاطر اینکه خود از اضافه زگو فکر میکنن با چون دو کلتور دارن آها. و از این بسیار افتخار میکنن و خواستشون مطلق است که بیاین افغانستان رو ببینن زندگی سابقه پدر خود ببینن این برشان بسیار بسیار منطقه و وضع امروز فکر نمیکنم که مساعد باشه اه. که بیاین اما اما حتما یک روز خواهد آمدن به افغانستان و به افغانستان کمک خواهد انشالله خیر بر بگردن به افغانستان و افغانستان هم ببینن که چگونه مردمش هست چگونه رسم و رواج داره چون شما تا حال خودتان پس از 36 و سال آمدین ولی فرزندای تان آمدن در مورد فرهنگ خصوصا یک چیز را که میخواستم بگویم که برشون هر هفته آخر هفته من نان افغانی پخته میکنم و ایقدر خوش میباشن که هر هفته برشان یا بولانی یا منتو یا قابلی ای هست که بسیار زیاد خوش دارن هواسان هستن نان افغانی رو بسیار دوست دارم. روزای آخر هفته چون رخصت هستم رخصت می باشم برشان پخته میکنم برشان منتون پخته میکنم و خصوصا وقتی که میرن طرف فاکولته یا خود در اپارتمان های خود کتی خود می نان که برشان رو آخری هفته بسیار خوب بچه زای صاحب سب خیلی معلوم میشه که داشپزی هم نام خدا خیلی ماهر است بیترین چیز است فکر میکنم در وقت آشپزی کل کل تشویش و کل اگی رفع میشه وقتی کار آدم می‌کنه میکنه واقعا میگن که در کشورهای خارجی و کشورهای اروپایی بیشتر حقوق مرد و زن یک برابر است و حتی خانم‌ها ها را بیشتر حق میتن نسبت به مرد و به می دلیل است که گاه اوقات هم از طرف آقایان شکایت میشه که ما زیاد در کارا سهم میگیریم کار بیرون و حتی بزن در کار خانم باز در افغانستان نسبتا مردا کمتر در کار سهم واقعا در حال که کار خودش یک سیقل زندگی است کار کردن هیچ حیب نیست هیچ ای که در افغانستان است کار زن یک چیز است کار mm -hmm. مرد دیگه چیز است در حال کار <applause> فکر میکنم کلش یک چیز و ارزش های کوری یک چیز است من نمیفهم چرا در افغانستان تفاوت است بین کار بله از چگزای در مورد فرهنگ فرانسان بر ما معلومات بتین که کدام خوبی ها در فرهنگ مردم فرانسه وجود داره و کدام خوبی ها در فرهنگ مردم افغانستان وجود داره و کدام یک میتونه بهتر در کلتور فرانسه فرنگ کلتور فرانسه دوستی بسیار صمیمی است یعنی وقتی که آدم دوست شد که یک فرانسوی اما آم چیز تا وقتی که آدم خیانت نکنه برشان همیشه هم رایتان کمک و دوستی بسیار صمیمی دارن مثل مثل افغان ها و خوش نمبستگی زیاد است بین فامیلایشان بین جامعهشان و خوبی های دیگه که دارن حقوق بشر است برای از طفل زندگی انسانی ارزش بسیار بسیار عمده داره و افغانستان افغانستان شامتشان زندگی کردن در این شرایط و مقاومت در برابر مشکلات زندگی <متصفيق> یکی از خاصیت های بسیار عمده مردم افغانستان واقعا. است <متصفيق> آب آب مردم فرانسه مثل مردم افغان هم همین مهمان نواز هستند یا کمتر علاقه به مهمانشان میتن مهمان نوازی دارن اما شکلش فرق میکنه <متصفيق> چه قسم مهمان نوازی وقتی که میرین معلومدار در دا فرانسه وقتی که برای شما میمان میکنن زایی که میخورین مجبور تا نمیسازه دخترای میگه وقتی که کانادا پیش مادر و پدر میام میرن میگه امی بخو بخو را یاد گرفته که در این موضوع نیست که نان میمان تا قدر،, قدر که مردم خود ای که در افغانستان تفاوت میکنه اینجا میمان دوری در افغانستان اگر یک جای مهمان بریم یا اگر مهمان خاری ما بیاید باز اگر ما زیاد شلگی نکنه که بخو بخو باز میگن که هیچ زت ما را نکردن در قصه ما نشد تفاوت بسیار یک چیز عجیب غریب تفاوت است که در افغانستان باید از نان در بشقا بانه بله, بله اگر نمونه ننده در بشقاب فکر میکنن که گوش نمونده اگر بشقاب در فرانسه اگر بشقاب تا نان باشد ایش میگه نان ما خوشش نامده تا آخر نخورده خب در فرانسا خب خب باید بشقاب تا مطلق خلاص کنین در افغانستان, دا بله. افغانستان باید پیش از اینکه بشقاب تا خالی شد باور کنین در افغانستان آلا و این مشکل خیلی زیاد است باز خصوصا بسیاری جایه میگه آن دفعه هم گوش نمیبانه مثلا زیاتر باز دارسی هم که آدم میره باز یک تعداد از مردم میبینیم که زیاد تو بشقابای خود اپار بشقابا می میکنن <تصفح> اضافه هم میمانن باز بعض جاها در سرویس های بوفر رستورانت های بوفه هم که میباشه میگن خب دیگه هر رقم غذا که باشه ما حق داریم بگیریم و نام خدا افغانی ما تو بشقابا رو اپار میسازن می میارن می کلشم باشه جان نمیکنن خوصا کلی گتوات میکنن در 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 فرانسا بشقابا آلاید لایده آمده میشه اول اگه سوپ میارن یک تنها سوپ است سوپ نان ترنیسته که کل چیز آدم دفت گت کنه باده. چون چندین بار نان می از خود دقیقا باز اچه ازای در افغانستان مگر بعض وقتا ما جای مهمان باشیم زیاد همون تو بشقاب خود پاک صفا کنیم تا آخرین لقمه هم بخوریم با صاحب خانه شاید میگیم در دلش بگرده که بگوید چه خدر شکم گشتم ولی <تصفح> بشقاب خود اصلا یه چیز در بشقاب شنامد. ولی به بر هر صورتش ما هم فرهنگای خیلی خوشایند، خیلی زیبا و قشنگ داریم که کوشش بکنیم در قسمت حفاظتش تلاش بکنیم و فرهنگای ناپسند خوده جاگوزین بسازیم و فرهنگ های خصوصا خوب که شواره که فقر و غربت بسیار زیاد است انداختن مواد غذایی در دا دا باطل دانی خود از باید از مردم ما متوجه و که بسیاری کسا غذای درست ندارن و بسیاری کسا از غذا را وقتی که میارند نسبشه در دا دا باطل دانی میده ای مشکل یک نوع اصراف است ما هم برنامه بله همیشه هم بله. گفتیم که نباید کسایی, کسایی, کسایی که زیاد مهمان می داشته باشه یعنی کسایی که حتی در اوتل محفل می گیرن غذاهای اضافی را او طرف برتن خب اچکزای صاحب خیلی کتا هم می که در مورد برنامه های کاریتان در افغانستان که روی دست دارین بر ما معلومات بتین که شما که پس از قدر مدت به افغانستان برگشتین چی تصمیم هایی را دارین؟ تا 22 دسامبر هستم در کابل ببینم که آیا مردم بر ما ضرورت دارن یا خیر اگه ضرورت باشه میباشم اضافه تر اگه نباشه پس میرم به خاطر ازی که من فکر میکنم که امروز مردم ما یک تضاد بینشان است که کسایی که در خارج زندگی کردن بزرگ شدن یا با درد مردم به ملت خود نخوردن اما امروز آمدیم که امی چیزی که در فرانسه آموختیم در ظرف سی سال تجربه که در فرانسه آموختیم چقدر میتونیم در کلتور امروزی افغانستان بتونیم کمک برسانیم بر مردم ما یک دنیا تشکر میکنم از چگزای صاحب از حضورتان در برنامه از که پس از مدت بسیار زیاد به افغانستان کشور خودتان برگشتین صحبت های بسیار خودمانی با ما و بیننده داشتین واقعا بر ما خوش گذشت برنامه ان شاء که بر شما هم خوش گذشته باشه و کارا فعالیت هایتان هم به خیر بگذره زنده باشه سلامت باشین وقت خوش برتون از شما هم تشکر بینندای عزیز دلیل ازات برنامه هم وقت بتیم به هماین افغان که به منطقه کارتی سه شهر کابل رفته و یک گزارش جالب را از یک کتابخانه در مورد فرهنگ کتابخانی تقدیم ما شما میکنه تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین